مرجع قدر جهان تشیا آیت الله ما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو طی سخنانی فرمودند قدیر یعنی زندگی با امنیت، صلح و رفاه که رسیدن به حکمت و درک عمیق این مباحث بدون تمسک به کلام اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست. معظم الله ادامه دادند ما تنها گوشه های از قدیر را به کمک کلام اهل بیت علیهم السلام درک کرده ایم. و عظمت قدیر را شناخته ایم ایشان ادامه دادن احیای قدیر احیای کلیه مفاهیم عدالت اداره صحیح همه امور زندگانی ایجاد امنیت برای مردم و نجات آنها از محرومیت فلاکت تبعیض و بدرفتاری است و همین امور بس است تا به مراتب عالیه قدیر پی ببریم آیتول الله شیرازی افزودند در حکومت امیر المومنین علیه السلام به عنوان یک حکومت اسلامی همه در سایه امنیت، صلح و بدون تبعیض طبقاتی زندگی می کردن و هیچ محلی برای گرسنگی، انحراف، گمراهی، تبعیض و اموری از این قبیل وجود نداشت. لذا حکومت هایی که خود را اسلامی می دانند باید از جامعه این گونه برخوردار باشند. معظم الله افزودند در حکومت امیر علیه السلام همگان در عدالت اسلامی به سر می برند. فرقی بین حاکم و رعیت و فقیر و ثروتمند نبود. هرچند امروز در برخی نقاط جهان شاهد عدالت هایی هستیم اما هیچ کدام به سطح ایدئال نرسیده و نمی رسد. ایشان تاکید کردند عدالت های امروزی قطره کوچک در دل اقیانوس بزرگی از عدالت در حکومت امیر علی علیه السلام هستند.